امروز هم دادگاه رژیم آخوندی علیه مجاهدین تشکیل جلسه داد بعد از گذشت سی و چند سال از حکم قتل عام مجاهدین با ترفندهای مسخری دنبال محاکمه کردن اونها هستند همراه هستیم با آقای میسم ناهی تا به این موضوع بپردازیم میسم سلام میکنم به تو و خوش اومدید. خیلی ممنون تشکر از شما و سلام به هموطن عزیز نزیز امروز به صلاح و... وکیل شکات در دادگاه رژیم گفت شخصی که عضو سازمان باشد و به مجازات حبس طویل محکوم بشه به تمامی اعضای گروه یعنی سازمان توسعه پیدا میکنه و حتی اگر در جرم مورد نظر مشارکت نداشته باشه من این حرفا چیه؟ ام، ام، فکر کنم جلسه چارده بود یا 15 که اون آخوند کارشناس آخوندی خیلی تیزتر موضوع رو گفت چون تقریبا یه حرف مشخصیه که اگه شما نگاه کنید در تمام همین جلسات این به دادگاه خامنه ای تکرار میشه هر بار با یک بیانی و هر بار با یک اه، زبونی اه، اون دفعه اما خیلی تیز گفت گفت با موضوع اینه که این مجاهدین یک تشکیلات پیچیده دارن و تمام مشکل از همینجاست این تشکیلات پیچیدهشون من دارم نقل مضمون از هم میکن میگم تشکیلات پیچیدهشون هم در داخل ایران در تمام شهرها در عمل میکنه به صورت خرابکاری و تخریب و آتیش زدن و پرتاب کوکتل و انفجار در مراکز امنیتی مثلا سپاه و بسیج و مراکز سرکوب و تروریسم و غارته. در تمام کشورهای دنیا هم همین تشکیلات پیچیده به صورت یک شبکه هواداری داره عمل میکنه و نظام ما رو داره روسیاه میکنه خب تمام حرف همینه امروز که تو این مثلا به همین مسئله مثلاً مثلاً جلسه دادگاه میاد میگه هر جور میگه هر کدوم از اینا مرتکب بشن همش مرتکب شدن ببینید باز این به نوعی داره همون حرف رو میزنه همون تشکیلات ببینید ویژگی تشکیلات اینه که اجزا و کادرهای یک سازمانی که هم هدف هستن مثلا در سازمان مجاهدین هدف همهشون سرنگونی و برقراری سرنگونی رژیم آخونی و برقراری یک جمهوری دموکراتیکه خب اینها در یک پیوند ارگانیک با همدیگه قرار میگیرن و قدرتی رو به وجود میارن به نام سازمان مجاهدین که به قول همین دادگاه رژیم هم در تمام شهرهای ایران رو به گسترش و عمل کرده هم در تمام ش... اه... کشورهای دنیا این حرف امروزش همینه اه... یک بار دیگه از یک زاویه دیگه گفتن میگفتش که اینها فراتر از مهارب باقی هستند. بعد اومد اه... تفسیر کرد که بق یعنی چی چندین بار اینو گفت گفت اولیش اینه که یک گروه بزرگی هستن در پیوند ارگانیک با همدیگه هستن اونقدر اینا با همدیگه در رابطه تنگاتنگ برای یک هدف مشخص که شورش علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی هست اینقدر اینا با هم این قدرتی به وجود آوردن که دستگاه های ما نمیتونه اینا رو سرکوب بکنه نمیتونه از بین ببره با شیوه های معمول گفت خب این یعنی باقی بعد هم به قیام مسلحانه برخواستن علیه نظام پس این کنید این هم یه ورژن دیگه از همین موضوع تشکیلات پیچیده بنابراین چه از, از, اون جلسه اولش چه امروز که این جلسه بیستون بود چه دفعه بعد چه جلسه هشتاد نودومش همینطور که برن موضوع اصلی همین درد و آه خامنه ای از همین تشکیلات پیچیده است در یک کلام امروز هم به طور مشخص رو همین موضوع انگوش کداشتن این حرفی هم که شما از قول همون مثلا وحیر و شکات گفتید عطف به همین نگرانی و واکنش به وجود این تشکیلات پیچیده است شما از یک وحشت بزرگتر رژیم صحبت کردین این وحشت بزرگتر چیه که شما بهش میگید؟ خب من به نوعی اشاره کردم خود همین کارشناس آخوندی و همین دادگاه همین امروز چی میگفتن؟ میگفتن اینها عمل کردشون برای هدفیه و به صراحت هم میگن میخوان نظام جمهوری اسلامی براندازی کنن خب بله همینه میخوان براندازی کنن دیگه این تشکیلات اصلا معموریت و تعهدش به مردم ایران براندازی و ریشکنی و گستستن بند از بند رژیم ولایت فقیه و برقراری یک جمهوری دموکراتیک در ایران اه... که هر گونه آلودگی شاه و شیخ از اون پاک شده باشه خب این معمولیتشه خب این نگرانه تو میبینه که این, ا... این تشکیلات داره پیش میره من یک اشاره بکنم به حرفه حداد عادل که این پدرزن مشتباس و رئیس قبلی مجلس ارتجا و از نزدیکترین نفرات خامنه ای و رازهای مگو خامنی و معمولا این حداد عادل میاد میگه در یک بار ازش در تو همین دادگاه آخوندی پرسیدن که هدفش چیه خیلی روشن گفت شما نگر... من عطا به سوال شما میگم که گفتین نگر... نگرانی بزرگترشون چیه میگه که بیش از چل سال از اوج فعالیت های مجاهدین در ایران میگذره به دلیل اینکه ما اطلاع رسانی درستی نکردیم بسیاری از جوانان و نوجوانان این از این فرق اطلاعی ندارند. خب حاصل این بی اطلاعی جوانان و نوجوانان چی میشه میگه که قضاوتشون قضاوت مردم و جوانان نسبت به این سازمان داره سمت و سوی مشخص میگیره چه سمت و سوی میگیره حالا توضیح میده میگه سمت و سوی که مجاهدین میخوان و ما بعد این دادگاه رو برگزار کنیم تا این مجاهدین رو بشناسونیم که از گسترش تفکر این گروهک در جامعه و در بین جوانان جلوگیری بشه ببینید به سراحت داره میگه خط مجاهدین معموریت که گفتیم این تشکیلات پیچیده داره که همون سرنگونی هست این خط داره در بین جوانان و جامعه گسترش پیدا میکنه خب نگرانشون عطف بینه یه نکته خاصترم همین الان هست ببینید اون هم عطف عمل کرده این سازمان مجاهدین تشکیلات همین که گفتیم گسترش شه پدیده سرنگونی نسبت در آتو وضعیت کنونی رژیم بحران های که الان رژیم داره شما نیا کنید همین الان چه آشوبی در رژیم برپاس در رابطه با یک نمونش ببینید چه جنگی را افتاده بینشون که آقا جان خامنه گفت وعده به اصطلاح صادق انتقام سخت چی شد مجلس ارتشا بیسابقه سابقه بود پری روز انقدر که به هم میپریدن و نوک حرفاشون لگت هایی که میزدن اسم نمی بردن ولی به خامنه ای بود که آقا تا کی آخه اونو زدن اینو زدن اینو زدن ماهی گفتیم جواب بدیم آخرم جواب ندادیم خود خامنه ای تو پیامی که داره میگه من سپردم به امت اسلامی آقا تو خودشون میگه آقا تو دفعه قبل گفتی که ما مجازات سخت میکنیم ببینید بلبشویی در رژیم را افتاده که حاصل شکست استراتژیک خامنه ای که سال قبل را انداخت آقای رجبی گفت گفت شکست استراتژیک خامنه ای در پی خواهد داشت و الان می‌بینیم این شکست استراتژیک در این جنگ چطور داره عمل میکنه و خود خامنه ای گفته بود وقتی ما نتونیم در لبنان و سوریه و عراق خط ببندیم مجبوریم در تهران و همدان و کرمانشاه خط بندیم و این اتفاق داره میفته که الان وقتی هم این تشکیلات پیچیده ای که با کانون های داره عمل میکنه در جامعه ایران خب این دوتا که این وضعیت رژیم این هم عمل کرده این سازمان برانداز خب بسیار وضعیت رو برای خامنه ای خطرناک میکنه به نظر من این حرفایی هم که امروز در همین دادگاه خامنه ای زدن عطف به همین موضوع بله تشکر میکنم میسم